هم میهنان آزادی خواه و خواهان براندازی جمهوری اسلامی، خیزشی که از دی ماه 1396 در ایران شعله‌ور شده و بانگ براندازی جمهوری اسلامی را دگربار در صدر خواسته های ملت ایران قرار داده، فصلی تازه از تلاش دیرینه ما ایرانیان برای برپایی دموکراسی، عدالت‌خانه و حکومت قانون است. این خیزش مترقی و پیشرو که ارزش‌ها و مطالبات آن در نقطه مقابل انقلاب مرتجعانه 1357 قرار دارد، بارقه‌های امیدی حقیقی برای نجات میهن از دست فرقه تبهکار اشغالگر حاکم را در دل‌های میهن دوستان در سراسر جهان زنده کرده است. این در حالی است که هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب این فرقه به پشتوانه پول نفت و با هدف حفظ سفره انقلاب، جمع کثیری از روزنامه نگاران و تحلیلگران و لابیگران را در داخل و خارج کشور در استخدام خود دارند و با تمام توان می‌کوشند تا صدای براندازان به گوش جهانیان نرسد و خواسته های به حق آنها مورد حمایت جامعه جهانی قرار نگیرد. از این رو ما به عنوان جمعی متکثر از مخالفان جمهوری اسلامی آمده ایم تا در حد توانمان به این توطئه سکوت پایان دهیم و صدای براندازانه و خواهان تغییر ملت ایران را در چهار گوشه جهان انعکاس دهیم و پژواکی باشیم برای آن فریادی که در خیابانهای ایران تنین انداز شده است: ایران را پس میگیریم. در این مسیر پس از مدتها بحث و گفتگو مفتخریم که موجودیت شبکه فرشگرد را از طریق این بیانیه اعلام کنیم. به باور ما اکنون زمان انتخاب و عمل برای همه کسانی که خواهان برانداختن رژیم جمهوری اسلامی و جایگزینی آن با یک دموکراسی سکولارند فرا رسیده است. تظاهرات فراگیر دی ماه 1396 و اعتراضات و اعتصابات مداوم پس از آن در حال فرسودن دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی است. فشار تحریم ها به زودی کمر بروکراسی حاکم را خواهد شکست و مقابله با ماجراجویی های منطقه‌ای سپاه پاسداران نیز هیمنه پوشالی دستگاه نظامیان را فرو خواهد ریخت. شرایط داخلی و بین المللی اینک ما را در موقعیت ویژه‌ای قرار داده است و چنین فرصت کم نظیری برای براندازی جمهوری اسلامی نباید به آسانی از کف برود. جمعی از ما در دی ماه 1396 نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور منتخب آمریکا نوشتیم و از او خواستیم تا تحریم‌های موجود علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و امپراتوری مالی آیت الله خامنه ای را گسترش دهد و از وزارت خزانه داری آمریکا بخواهد که این تحریم‌ها را با قدرت به اجرا درآورد. یک رژیم جامع تحریم را علیه آن گروه از مقامات ایرانی که ناقض حقوق ایرانیان در چهار دهه گذشته بودند تدوین کند. یک ائتلاف بین المللی را برای فشار بر جمهوری اسلامی و وادار کردن این رژیم به متوقف کردن برنامه موشک بالستیک دوربردش تشکیل دهد و همچنین با رفتار مخرب سپاه پاسداران در منطقه در تمام جبهه‌ها و با تمام ابزارهای موجود مقابله کند. اینک 20 ماه پس از نگارش آن نامه، بسیاری از خواسته های مطرح شده در آن یا اجرایی شدند یا در آینده نزدیک محقق خواهند شد. ما همچنان بر این باوریم که آن خواسته ها با تضعیف رژیم جمهوری اسلامی و دستگاه سرکوبش فرصت مناسبی را برای مردم ایران فراهم می کند تا تکلیف دیکتاتوری اسلامگرای حاکم را یکسره کنند. اگرچه این دیکتاتوری فاسد و ناکارآمد با چهار دهه شعارهای توخالی و سیاستهای ایران ویران کن خود عامل اصلی شرایط ویژه کنونی است، اما رهبران آن این شرایط را تا حد زیادی
ماحصل تغییر و تحولات در دستگاه سیاسی آمریکا می‌دانند و تصور می‌کنند که با تغییرات سیاسی در آمریکا فرصت خواهند داشت تا خود را از زیر فشار فلج کننده کنونی رها کنند. حسن روحانی در سخنرانی روز 5 خرداد 1397 خود در جمع علما و روحانیون آشکارا به این موضوع اشاره کرده است. حتی اگر تغییرات سیاسی فضای بین المللی منجر به کاهش فشار بر جمهوری اسلامی نشود، فرقه تبهکار حاکم بر ایران نشان داده که برای حفظ نظام از هیچ نرمش قهرمانانه یا عقب نشینی مذبوحانه و امتیاز دادن از کیسه منافع ملی ایرانیان ابایی ندارد و چنانچه لازم بداند از خزر تا خلیج فارس را به چوب حراج می زند. همانطور که عقب نشینی موقتی جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ایش مشکلات ما را حل نکرد، پذیرش شروط 12 گانه وزیر خارجه آمریکا و عقب نشینی موقتی جمهوری اسلامی از برنامه موشکی و ماجراجویی های منطقه‌اش نیز مرهمی بر زخم های مردم ایران نخواهد بود. گام نخست اصلاح امور در ایران سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی است. به باور ما سرنگونی جمهوری اسلامی از طریق اعتصابات گسترده، تظاهرات سراسری و مبارزات مدنی هم ممکن است و هم مطلوب و هم تنها گزینه برای حفظ ایران. امضا کنندگان این بیانیه آماده همکاری و هماندیشی با مخالفان سیاسی در داخل و خارج برای سرنگونی جمهوری اسلامی در چارچوب و در راستای منافع ملی ایرانند و اعلام می کنند که درهای شبکه فرشگرد به روی همه براندازانی که به شروط حد اقلی مشترک میان امضا کنندگان معتقدند باز است. ما به ویژه دست یاری به سوی آن گروه از هم نسلان خود دراز می کنیم که نقشی در روی کار آمدن فرقه تبهکار در سال 1357 و تداوم آن در نزدیک به 40 سال گذشته نداشتند و خود قربانی تبعیض، فساد، تباهی و ناکارآمدی این فرقه بودند. ما جمهوری اسلامی را اصلاح ناپذیر و استمرار آن را خطری بزرگ برای کیان میهن می‌دانیم و بر این بنا معتقدیم که سرنگونی جمهوری اسلامی گام نخست برای نجات ایران است. ما به برپایی یک دموکراسی سکولار لیبرال برای ایران باور داریم که در آن جدایی نهاد دین از حکومت و آزادی مذهب و عقیده تضمین شده باشد. شکل این نظام در فردای براندازی جمهوری اسلامی به دست مردم ایران انتخاب خواهد شد. ما با اعتقاد به برابری حقوقی همه ایرانیان با هر گونه تبعیضی علیه شهروندان ایران از جمله تبعیض بر مبنای مذهب، عقیده و باور، جنسیت، گرایش جنسی، قومیت و یا نژاد مخالفیم و باور داریم قوانین فردای ایران باید منطبق با اعلامیه جهانی حقوق بشر وضع شوند. ما با اسلام سیاسی و ایدئولوژی‌های کمونیستی همون ارتجاع سرخ و سیاه مرزبندی مشخص داریم و معتقدیم این ایدئولوژی‌ها در گذشته، حال و آینده ایران زیانبار و ویرانگر بودند و خواهند بود. ما سیاست خارجی غرب ستیز، امریکا ستیز و اسرائیل ستیز را به زیان منافع ملی ایران می دانیم و خواهان همزیستی مسالمت آمیز و همکاری اقتصادی سیاسی ایران با همسایگان و همه کشورهای منطقه و جهانیم. ما به نقش کلیدی و محوری شاهزاده رضا پهلوی در اتصال همه بخش‌های جامعه ایران و اتحاد مخالفان سکولار دموکرات جمهوری اسلامی باور داریم و معتقدیم در دوران گذار حضور ایشان در میانه میدان کمک شایانی خواهد بود و همبستگی ملی
حفظ کیان و یکپارچگی کشور و گذار آرام و سالم از نظام مستبد دینی به حکومتی دموکراتیک و سکولار.